الله اکبر. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. آیه 114 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام. حضرت بیان می‌فرماید، حضرت حق تعالی جلت عظمتو بیان می‌فرمایند که خطاب به پیغمبرشون و همه مؤمنین که و نماز رو به پای دار، دو طرف اول و آخر روز و نیز در تاریکی شب. قطعاً حسنات که یکیشم نماز در دل شب باشه و کارهای نیک دیگری که شما انجام میدید، یذهبن السیئات، گناهان کوچک را از بین میبرد، به شرطی که بر گناهان کوچک اصرار نداشته باشید. این یک تذکری است برای کسانی که یاد کننده پروردگار متعال هستند. بحث ما پیرامون نماز در جلسات گذشته از معنای لغوی آغاز شد و به معنای اصطلاحی و اهمیت نماز کشیده شد و همچنین در باب مجازات و کیفر تارکین و ترک کنندگان نماز و سبک شمارندگان نماز رسید. بحث کردیم اینها رو. سپس دو جلسه پیرامون نماز الگو و نماز نمونه و نیز نمازی که میتوانه مورد قبول پروردگار متعال واقع بشه صحبت کردیم. این جلسه همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم به دنبال بحثی هستیم بسیار بسیار مهم که خیلی از طلاب در حوزه‌های علمیه به دنبال این بحث هستند، خیلی از دانشجویان متعهد و مؤمن و خوب دانشگاه‌های ما و همچنین نوجوان‌ها و جوان‌های ما به دنبال این بحث هستند. خیلی از عزیزان دیگر هم که اهل نماز هستند دوست دارن که یه همچین بحثی رو بدونن تا انشالله اگر شده دو رکعت نماز مقبول
مورد قبول پروردگار در تمام عمرشون داشته باشن، چون در حدیث نبوی است که پیغمبر فرمودن ائمم داریم که این مطلب رو فرمودن که اگر فقط کسی دو رکعت نمازش مورد قبول پروردگار متعال واقع بشود، از بقیه نمازهاش که نقصی داشته خداوند متعال صرف نظر خواهد کرد و نمازهای او رو مورد قبول قرار خواهد داد، سپس به اعمال دیگر عبادیش رسیدگی خواهد نمود. اینه که خیلی این بحث حساسه، از این جهت که ما باید به دنبال این باشیم که نماز مقبول در واقع چه نمازیست که ما طرقش رو عرض کردیم. این بحثی که میخوایم بکنیم، این بحث در واقع تکمله بحث ماست با یک موضوع جدید که عرض میکنم هم تکمله اون دو جلسه گذشته ماست و هم این که این موضوعش جذاب هست و برای همه ما جالب هست. و اون موضوع این هست که نماز کامل چگونه نمازیست، چگونه ما میتوانیم که نماز کامل بخوانیم. یه مقدمه کوتاهی عرض میکنیم و اون این هستش که نماز کلن دارای دو بعد هست، یکی بعد ظاهریه، یکی بعد باطنیست. بعد ظاهری نماز همون چیزیست که ما در نماز مقبول و نماز الگو خدمت عزیزان تقدیم کردیم و صحبت کردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مقدمات نماز خوب وضوع گرفته بشه، مکانی که ما می‌ایستیم مکانمون غصبی نباشه. مکانم که میگیم غصبی نباشه، نه اینکه حتما مال مردم باشه، مال سادات فقیرم اگر باشه، مال امام معصوم امام زمان علیه السلام هم که باشه، نماز باطل. یعنی اگر کسی واقعا بهش خمس تعلق بگیره و این خمس رو پرداخت نکنه، خمس بر دو سهم هست، در یک سیدی که ما اینجا داریم قبلا صحبتشو کردیم، نمیخوایم وارد بحثش بشیم، حتما دوستان این رو بگیرن گوش بکنن. یک آیه در قرآن کریم درباره خمس آمده و روایات بسیار تکان دهنده ای در این ارتباط هست. و من به خانوم هایی که در این زمینه سوال می کنن که وقت همسرانشون اهل خمس نیستن و یا می ترسن از خمس دادن، این خوف رو دادن که پولشون کم بشه، مالشون کاسته بشه، که چنین چیزی اصلا صحیح نیست. یعنی اصلا همچین چیزی نیست کسی خمس بده ورشکست بشه و یا اینکه فقیر بشه، عرض به خدمتون که اتفاقی براش بیفته، اصلا همچین چیزی نیست، بلکه بالعکسش هست. لیکن من به اون خانوم ها الان اگر صدای منو میشنون یا بعدا صدای منو میشنون، عرض میکنم به بعضی از آقایونم که این سوال کردن میگویم که اگر خمس به شما تعلق گرفت و دل خمس دادن ندارید، جرأت این کار رو ندارید، لااقل منزلی را که درش نماز میخونید اون منزل رو برید پاک بکنید اگر بهتون خمس تعلق میگیره. چون ممکنه خیلی ها باشن خمس بهشون اصلا تعلق نمیگیره، ولی اگر تعلق میگیره برید و اون منزل رو لااقل پاک بکنید که نمازی که توش میخونید نمازتون صحیح باشه و مشکل نشه باشه، وگرنه همه نمازاتون غصبی است و باطل. این خیلی بحث مهم و سرنوشت سازی است. لااقل اون جایی که دارید، اون جایی که میخواید میهمانی بدید، مردم رو دعوت بکنید، خودتون میخواید نماز بخونید، عبادت خدا رو کنید، اونجا رو خمسشو بدید. اون مقدار مالی که میخواید برای زن و بچه‌تون یا خانومی که کارمنده میخواد برای خانواده خودش مسئول امرار معاش هست داره این کار رو انجام میده، لااقل بیاد اون حقوقی رو که میگیره، اون چیزی رو که میخواد بخره به بچه ها بده بخورن، خمس اونو بده تا لااقل مال پاکیزه از گلوی اینها پایین بره، وگرنه تبعاتش یک تبعات خطرناکی برای دنیا و آخرت. علی حال در مسئله نماز، نماز گفتیم دو بعد داره، یکی بعد ظاهری است، یکی بعد باطنی. بعد ظاهریش اینه که مقدمات نماز درست باشه، مکان درست باشه، وضو درست باشه، شرایط ورود به نماز درست باشه،
قرائت نماز درست باشه، من نمیتوانم اینجوری بخوانم، من نمیتونم اونجوری بخونم، به من گفتن هر جوری میتونی بخون. من یه وقت جواب این مسئله رو هم دادم. یه وقت یه جمعه صحبت میکردم، چند تا پیرمرد بودن، اون موقع که من این بحث اونجا مطرح کردم خیلی سال پیش بود، هنوز ماشین پیکان در اوج تولیدات قرار داشت و عرض به خدمتتون که قیمت خاص خودش هم داشت. اون موقع که ما اینو مطرح کردیم، اون دوستان سوال کردن که آقا ما مسئله ای هم هست که بعضی به ما میگن که آقا شما که نمیتونی قرائت نمازتو درست بکنی، هر جوری که میتونی نمازتو بخون، همون جوری هم خدا ازت قبول میکنه. گفتم عیبی نداره، ولی واقعا اگه نتونی درست بخونی، گفتم نمیتونی درست بخونی، گفتم اشکال نداره، فقط الان من به شما عرض میکنم از امشب به بعد هر کس قرائت نمازش صحیح باشه به این صورت که من میخونم و براش خوندم، یک عدد پیکان بدون قرعه کشی میدیم. گفت اسم من رو لطفاً یادداشت بکن. گفتم شما میگی که گفته کن، نه این مسئلهش آخه فرق میکنه. ما در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی قرار داریم، کسیست که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرینه. اینا شوخی بردار نیست. این که نیک از کسی خداوند رو دست بخوره که کسی بتونه به خداوند مکر ببنده، خدعه کنه با خدا، فریب بده خدای تعالی رو، این که نمیشه. اینجوری باید قرائت نماز درست باشه و عرض کردیم قرائت نماز هر چی میتونید نماز رو از نظر ظاهری قشنگ بخونید، زیبا بخونید. اگر کسی اومد بغل گوش شما گفتش که آقا گفتن اگر قرائت نماز رو زیبا بخونیم صدامون خوب باشه فلان اینا، به ترتیب بخونیم نمازایی که میشه بلند خون، نماز آهسته هم که به اخفاتیه ما بهش میگیم آرام باید خونده بشه، عرض مثل ظهر و عصر، این نمازها هم به ترتیب ولی آهسته بخونید. چرا اینا عرض میکنیم؟ برای اینکه این سفارش امام صادق علیه السلام هست و حضرت دستور برای این کار دادن که نمازتون اینطور بخونید. زیباخوانی نماز خودش جذابه، یعنی مشتری جذب میکنه. زیباخوانی نماز طرفدار اسلام جذب میکنه. زیباخوانی نماز شیعه رو زیاد میکنه، میان شیعه نمازخون مخصوصا زیاد میشن. اگه کسی هم بغل گوشتون گفت که آقا نخونید زیبا نخونید، حواستون میره به زیباخوانی و از محتوا پرت میشید، بدانید حرفش 100% غلط هست. ما حالا توضیح میدم اینها رو. شما نگاه کنید در خطبه های نماز جمعه وقتی رهبر انقلاب میاد نماز میخونه، اصلا یه عده‌ای ممکنه با نظام هم میونه خوبی نداشته باشن ها، ولی میرن پای نماز اقتدا میکنن به ایشون. وقتی سوال میشه چرا، میگه از بس ایشون قرائت نمازش زیباست، زیبا میخونه، صاحب سبک اصلا در قرائت قرآن کریم، لذت میبری شما، دیگران لذت میبرن، باعث آبروس در کشورهای دیگه که این نماز پخش میشه به این زیبایی. حتی ما در حجاز امام جماعت هایی رو داریم که به زیبایی رهبر انقلاب نماز نمیخونن، قرائت ندارن، یعنی خیلی بد میخونن اتفاقا. خلاصه این که اگر ما نماز زیبا بخونیم که دیگران جذب بشن، بهتر از خودمونم حالمون عوض بشه، یا یه جوری بخونیم که هر کی گوش میکنیم بگه آقا حال من اصلا به هم خود از این نماز خوندن شما. در مساجد هم باید همین تذکر رو به ائمه جماعات داد. تو حوزه های علمی هم بچه های طلبه‌ای که هستن باید اونجا سعی کنن یه دوره تجوید بخونن، یه روزی اگه امام جماعت شدن بتوانن یه نماز خوب بخونن که جوانها بدون برای نماز، بیان عرض به خدمتتون که پشت سر امام جماعت که این فرد باشه با افتخار اقتدا بکنن و نماز بخونن. این خیلی عالیست. دلیلش هم همینه که براتون عرض کردم. پس در بعد ظاهری نماز ما قرائت نماز رو داریم، لباس تمیز داریم، لباس خوبمون رو بپوشیم. ما لباس خوبمون رو فقط تو عروسی ها میپوشیم، یا زمانی که میخوایم بریم جلوی یه عده‌ای پوز بدیم میپوشیم، یا عطر میخوایم بزنیم به همین صورت. اصلا من نمیدونم واقعا چه مسائلی ما از خودمون میسازیم و به اسلام ملحق میکنیم. در ماه مبارک رمضان عطر زدن مستحبه،
طرف نشسته داره مثلا میگه، طرف که میگه نه روحانی باشه ها، نه یا غیر روحانی، کسی که وارد نیست توی این مسئله، داره مثلا میگه، میگه آقا عطر نزن، عطر بزنی روزت باطله، عطر زدن مستحبه، ثواب روزه هم زیاد میکنه. در غیر ماه مبارک رمضان هم شما در طول سال نمازی رو که با عطر، یعنی عطر به خودت زدی نماز میخونی، ثوابش چند برابر نمازیه که معطر نیستی نماز میخونی. حالا این عطر گلاب باشه، عطر اوتکلون باشه که پاک باشه میزنی، عطرهای دیگه باشه فرقی نمیکنه. مسواک بزنی که پیغمبر چقدر سفارش کرد راجع به مسواک زدن، شما نمازیو که با مسواک زدن، اینا حدیث من دارم عرض میکنم و نه از خودم درارم، تمامش رو رجوع کنید، هر کدومو که میگم به میزان الحکمه ذیل همون واژه‌ای که میگیم الان میگیم مسواک، ذیل واژه سواک رجوع کنید، ببینید که علیکم به سواک پیغمبر فرمود، یعنی شما نماز که میخواییم بخونید مسواک بزنید نماز بخونید، چند برابر ثواب نمازتون زیادتر. عطر بزنید، موهاتون رو شونه کنید نماز بخونید، لباس تمیز بپوشید، لباس قشنگ بپوشید، دیگران هم میبینن شما تو مسجد اومدی کیف بکنن، لذت ببرن، شما رو نگاه بکنن، جوونه سر دم تیر چراغ برق سر کوچه وایساده، هز زنجیرش رو دستش میره خونه، یه لباس پوشته، شلوارش هم 80,000 تومان، چه میدونم پیرنش ندونم مثلا 50,000 تومان، برای اینکه مثلا فلان دختره میخواد حالا رد بشه، مثلا اون یه نگاهی مثلا نعوذ بالله به این بکنه، حالا این چی هست، اونم یه موجودی است که سر جای خودش بخوام صحبت بکنیم بحث ما نیست، بخوام اونها رو بگیم. رجوع کنید شما به بحث ازدواج و حجاب که من سخنرانی مفصل در اون زمینه کردم، ببینید مسئله چیست. برای ایستادن در پیشگاه خدای تعالی که خدای تعالی به اون نگاه بکنه، یه همچین لباسی تنش نمیکنه، یه همچین در واقع شیک پوشی رو اونجا مراعات نمیکنه. حالا شیک پوشی نمیگیم که یک لباسای جلفی تنش کنه نماز بخونه، منظور لباس تمیز خوب باشه، یا مثلا چیزهای دیگر. حالا شما ببینید لباس تمیز، ات موی شانه زده، مسواک کردن و قص علی هازا، ما ببینیم جورابمون مثلا بوی بد نده و اینا دیگه، حالا باید خودمون رعایت بکنیم که من میگم اینا میشه ظاهر نماز. اگر ظاهر نماز خوب رعایت شد، ما آمادگی داریم که بریم برای باطن نماز، یعنی باطن نماز رو مراعات بکنیم. اگر ظاهر نماز مراعات نشد، درست نشد، از من اگر سوال میکنید، من با تحقیقاتی که کردم برای شما در این زمینه دارم عرض میکنم، محال کسی ظاهر نماز رو رعایت نکنه بتوانه باطن نماز رو مراعات بکنه، من میگم محال هست. پس برای رسیدن به باطن نماز باید از ظاهر نماز گذشت، اما برای باطن نماز اون چیزی که ما دنبالش هستیم و خیلی هم به دنبالشن، میرن کتاب این ور ور میخرن، سیدی میخونن، نه چیکار میکنن چیکار نمیکنن، کارهای از خودشون در میارن، اونو حالا عرض میکنیم. یک صلواتی محبت بفرمایید. من از شماره 1 برای خودم نوشتم، شماره 1, 2, 3, 4, 5 برای شما هم همین شماره ها رو میخونم، فقط وقتمون کمه، من امیدوارم از دقایق امشبمون، از دقیقه این جلسمون بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم و واحد سمی بصریمون هم در واقع به نوعی به زحمت می‌ندازیم به این کار. ببینید مطلب اول رو، یه مطلبی است خیلی مطلبی، از یه جهت خیلی خوبه، از یه جهت خطرناک. خطرناکی این مطلب شماره یکی که میخوام بگم، باید بعضی هایی وقت دستاویز نکنن، یعنی سوء استفاده از این مطلب نکنن. مطلب خوبی هست از این که بی جهت ما به دنبال یک هدفی نباشیم که هیچگاه به این هدف نخواهیم رسید. انسان در زندگیش باید به دنبال هدفی باشه که میدونه به این هدف میرسه. من در دنبال زندگی به این باشم بگم که من میخوام عرض بخوام معصوم بشم به عصمت الهی، این محال. من میخوام پا جای پای امیرالمومنین بذارم، این محاله. من میخوام جا پای پیغمبر بذارم، اینم محاله. من میخوام جا پای اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام بذارم، اینم محاله. اینا یه چیزاییست که پرمندش بسته شده، یعنی تعداد مشخصه، موارد مسائلش مشخصه نمیشه. شماره یک ما این هست
ما باید بدونیم هر آن چه که تلاش بکنیم برای اینکه نماز با حال با صفا بخونیم، حواسمون تو نماز جمع باشه، این تن اون طرف حواسمون پرت نشه، فلان نشه، بهمان نشه، نخواهیم توانه 100% حواسمون رو جمع بکنیم. 100% برای من و شما نیست. 100% حواس جمع و تمرکز برای من و شما نیست، برای پیغمبر هست، ائمه معصومین هست. در درجه بعد کسانی که شذ و ندرن، که ما میگیم شذ و ندر، اینها بعد از ائمه معصومین اولیای درجه یکی که خدای تعالی هستن، اونم توش الان حرف هست که 100 هستن اینا یا 99 هستن. نمیشه به اونام گفت 100 از من اگه میشنوی. به صورت 100% ما نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم، اما دقت داشته باشید این شماره یک ماست. اما میتوانیم 10%، 20%، 30%، 50%، 60%، دیگه بستگی به ما داره. از یک میتونیم تلاش کنیم، هی بیایم بالا، هی بیایم بالا، هی بیایم بالا، با مواردی که حالا خدمتتون عرض میکنیم. شما از من دلیل میخواید، میگی آقا راست هم میگی، چون نسل جوان قدیم هم همینجور بوده، جدید هم همینطوره. با دلیل، ما باید با دلیل حرف بزنیم. رجوع کنید به مفاتیح الجنان، مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه تعقیبات نماز رو ذکر کرده. تعقیبات نماز، تعقیب یعنی چیزی که به دنبال میاد، به دنبال نماز، اعمالی که شما میتونی انجام بدی ثواب نمازتو بالا ببری، کیفیت نمازتو بهبود ببخشی، اون بهش میگن تعقیب نماز. که حالا اگه جلسه ای شد، فرصتی شد، براتون صحبت میکنه. در اونجا یک دعایی رو ایشون ذکر کرده، میفرماید که این دعا این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، یا من لا یشغله سمع عن سمع، و من یا من لا یغلطه السائلون، و یا من لا یبرمه الهاه الملهین، اذقنی برد عفوک و حلاوت رحمتک و مغفرتک. تا اینجاش کاری نداریم، وقتمون کمه، اصلا فرصت ترجمه اینا نداریم. الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجت منك فیها ولا رغبت فیها. میفرماید که اگر حالا کلمه ایشو پس و پیش بود شما رجوع کنید، چون من نمیخواستم این تعقیب رو بخونم اینجا. میفرماید که بگو بعد نمازت خدایا این نمازی که من الان خوندم، حاضهی سلاتی سلیتوها، یعنی خوندمش، لا لحاجتن فیها، تو بهش نیازی اصلا نداری، این که هیچ، نه نیاز به نماز من داری، به نه نیاز به نماز پیغمبر، نه نیاز به نماز ائمه، هیچ کدوم نده، خدا که نیازمند نیستش. ولا رغبت منک فیها الا تعظیمن و تکریمن و الى آخر. میفهمد که نمازی هم من خوندم، از اینجا بعدش مربوط به ماها میشه دیگه، به پیغمبر و امامان کاری نداره. میفرماید که بگو ولا رغبت من کفیها، یعنی چی؟ یعنی این که تو به این نمازی که من خوندم قطعا رغبت هم نداری، یعنی رغبت هم نمی کنی به این نماز نگاه هم حتی بکنی، به این نماز من، نماز من به درد عمم هم نمیخوره. یعنی اگه عمم میفهمید که من چه نمازی دارم میخونم، اینو دارم برای اون میخونم، میگفت اینو برو بده به خالت، به درد من نمیخوره. عمم هم بند خودشون نمیفهمه، ما هم که برای اون که نمیخونیم، ولی به درد عمه من هم نمیخوره، به درد خالم هم نمیخوره، به درد داییم هم نمیخوره، به درد عموم هم نمیخوره، به درد بابا ننم هم نمیخوره. ولا رغبت من کفیها، رغبت نمی کنی پروردگارا، کسی هم رغبت نمی کنه به این نماز نگاه بکنه. نماز به درد کسی نمی خونه، من دارم می خونم، من اسقاط تکلیف می کنم، بعدم می خوام یه کاری کنم تو قبول کنی. اما الا تعظیمن و طاعتن، من دارم برای این می خونم که طاعتن یعنی اسقاط تکلیف، تعظیمن یعنی سعی کنم مورد قبول تو باشه، تو رو خدای واقعی بدونم، این نماز برای عبودیت تو باش، وگرنه نه چیز دیگه. این تعقیب یعنی چی؟ یعنی که نماز به درد نمیخوره. من
این نماز رو اگر نماز به درد بخوری بود 100% مثل امام، نماز امام معصوم یا پیغمبر بود که نمیشد خدا بهش رغبت نکنه. پیغمبر رفته معراج در بیت المقدس در آسمان ها ایستاده به نماز، همه ملائکه رو خداوند فرموده پشت سر پیغمبر ما بیسیم بهش اقتدا میکنیم، اونا هم گفتن چشم، همه پشت سر پیغمبر بایستن بهش اقتدا کردن. او یه جور میگه ایاک نعبد، من و شما هم یه جور میگیم ایاک نعبد، ما که نمیتونیم به جای پیغمبر بیم. اون رغبت رو داره خدای تعالی به اون نماز، به نماز ما رغبتی نداره. اینم تعقیبش تو مفاتیح. پس یک این شد که هر چه ما تلاش بکنیم فایده ای نداره که بخوایم 100% یه نمازی بخونیم 100%، هی گردنمون رو کج کنیم، این قنوتمون رو اینجوری کنیم، از اون اداهایی که خیلی ها در میارن اصلا با این حرفا فایده ای نداره. اما این سوء استفاده ازش نشه، چون ما وظیفه داریم نماز مقبول بخونیم، باید سعی کنیم 10مون رو بکنیم 20، 20مون رو بکنیم 30، 30مون رو بکنیم 40، 100 نمیرسیم، به 90 که میرسیم. اگر من آب دریا رو نمیتونم بکشم همه رو، به اندازه‌ای که بتونم بچشم که میتونم مصرف کنم. که این یک. دو، خیلی بحث روانی مهمی است، اینو خیلی آقایون جوان‌ها که اول زندگیشون هست دقت کنن، خانوما هم همینطور. هیچ کس هم این بحث رو به نظر من نکرده، من نشنیدم جایی. اون بحث اینه که برای هر کاری که ما میخوایم در زندگیمون انجام بدیم، وقت مخصوص آن کار را بگذاریم. یعنی یه وقت مخصوصی برای همون کاری که میخوایم انجام بدیم، وقت مخصوص براش بگذاریم. فقط تو اون وقت مخصوص حواسمون به این جمع باشه که داریم این کاری که بنا بود انجام بدیم داریم انجام میدیم، نه کار دیگر. مخصوصا در عبادات، عبادات هم همینطور. شما میخوای یک عبادت رو انجام بدی، باید براش یه وقت مخصوصی بذاریم، مخصوصا عباداتی که زمان بر هستن، زمان دارن، باید تو یه زمان ویژه ای بهشون پرداخته بشه، مثل بحث خودمون که نماز هست. من حالا اینو یه توضیح میدم بعد میایم سر این قضیه. این خیلی از نظر روانشناسی مهمه ها، از نظر مسائل اجتماعی خیلی این قضیه حساسه ها، از نظر مسئله خانواده این قضیه خیلی مهمه ها. ببینید، تمام ائمه راجع به برنامه ریزی برای من و شما که شیعیان اونا انشالله هستیم صحبت کردن، فرمودن آقا زندگیتونو در طول شبانه روز برای خوابت باید یک ساعت مخصوصی داشته باشی، تو اون ساعتی که باید بخوابی فقط بذار برای خواب، بگیر بخواب، هر جا خوابت اومد میسر بود سرتو بذار پایین بگی بخواب، هر جا بود اگه مویستر برات بود بخواب. دو، برای عبادتت فرمودن باید زمان بگذاری، یک زمانی فقط برای عبادت بشه، تو کار عبادت نخواب، بخواب دیگه اختصاص نده، کار دیگه هم انجام نده، یک زمانی رو باید اختصاص بدی به بچه داری اگه بچه داری، به زن داری اگه زن داری، به شوهر داری اگر شوهر داری، به کار دیگه اختصاص ندی، یک زمانی رو باید اختصاص بدی به خانه‌داری یا به شغلی که داری، اگر زنی خانه‌داری یا هر جایی که هست شغلی که داری به شغلت فقط اختصاص بدی، به چیز دیگه اختصاص ندی. بعد فرمودن یه زمانی هم بذار برای تربیت خودت و بچه‌هات و خانواده‌ات و اینها، یک زمانی برای تفریحش مشروعت بگذار، یک زمانی برای شادیهات بگذار که باید شادی بکنیم فلان بکنیم، شادی مشروعه، همه اینا زمان خاص خودشو داره. من الان نشستم تو خونه، الان موقع غذا خوردن هست، من بدنم نیاز به غذا داره، زمان غذا خوردن چقدره؟ مثلا 15 دقیقه هست. ببین چقدر آیه قرآن در سوره مبارکه عبس چقدر قشنگ میفرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلینظر الانسان الى طعامه. آدم وقتی که میخواد غذا بخوره، این یک بحث عجیبی داره، من یک ساعت رو این آیه بحث کردم ولی متاسفانه ضبطی ازش موجود نیست، باید به غذاش نگاه کنه، هم از بعد معنوی هم از بعد ظاهری.
رجوعتون میدم شما رو به کتاب مرحوم دکتر پاک نژاد که از شهدای هفته تیر بودن رحمت الله علیه، به عنوان اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که 35 جلد هست، یه جلدش هم راجع به تغذیه است. اونجا ذیل این آیه بحث کرده. مفصل برید اونجا رجوع بکنید، صلواتی هم بفرستید تا بقیه‌اشو خدمتتون عرض کنم. در وقت خوردن غذا نشستم، هم میخوام غذا بخورم، هم میخوام تلویزیون نگاه کنم، هم خانومم داره گزارش روزانه یا بچه من گزارش مدرسه خودشو داره میده، هم موبایلم زنگ میزنه، دارم راجع به این که این جنس رو چیکار کنی یا کیکه کجا بره یا چه عملی باید انجام بشه صحبت میکنم. به خدا قسم به هیچ کدومش پرداخته نمیشه. اگر مزدوج باشه، متأهل باشه، آخر سر خانمش میپرسه غذا امشب چجوری بود، میگه هوم، من اصلا چیزی نفهمیده خورد. اونجا مرحوم دکتر پاک نژاد تو اون کتابه فهموده که از نظر علم تغذیه اون غذایی که انسان نفهمه چی خورده و چی داره میخوره، نگاهش به غذا نباشه، که حسب آیه شریف قرآن که چه آیه معجزه آساییست واقعا در این باب، همه آیات معجزه است تا اون در واقع به صورت کلی، انسان میبینه که وقتی میفهمد وقتی غذا رو شما نگاه میکنی که چی داری میخوری، اون غذا گوشت تنت میشه. ولی اون غذایی که نمیفهمی چی داری میخوری، گوشت تنت نمیشه، یه چیز زائده بر تنته، یه قده اینجا میشه، یه چیچی اونجا میشه، یه چیچی نم اونجا میشه، چون چهار جا حواستو بوده، متمرکز غذا نبود. پس تمرکز فقط در عبادت نیست، در کارهای دیگه هم لازمه. شما اگه میخوای بهت خوش بگذره در تفریح و شادمانی و ورزش بفهمه چیکار کردی، باید تمام تمرکزتو بدی به اون ورزشی که داری انجام میدی. اگه تمرکز نداشته باشی نمیتوانی این کارو بکنی. تمام این وزنه برداران که ما نه تاییدشون میکنیم نه تکذیبشون میکنیم، فقط مثالش رو میخوایم برای شاهد مثال خودمون ازش استفاده بکنیم، میگیم آقا تا شما همتون استاد الحمدلله این حرفا هستید، تا تمرکز پیدا نکنه، تمام سالون وزنه برداری سکوت مطلق درش صورت نگیره، طرف نمیتونه اون وزنه رو بزنه. چرا نمیتونه بزنه؟ یا حواسش میشه مادرش باشه، مادر ما رسید دیرو منو بود عمل بکنه، چی شد؟ مطلق نمیتونه وزنه رو بلند بکنه، امکان نداره. پس تمرکز فقط در عبادت نیست، در غذا خوردن هم هست، تمرکز در ورزش هم هست، تمرکز در تربیت بچه هم هست. برای رسیدن به تمرکز باید چیکار کرد؟ برای رسیدن به تمرکز باید دقتتون به من باشه، حواستون به من باشه. برای رسیدن به تمرکز انسان باید برای هر کاری که میخواد انجام بده وقت مخصوص اون کار رو برای همون کار مصرف بکنه، نه برای کار دیگر. چیزای دیگه هم هست که من تو جمع شما نمیتونم براتون بگم. اگه به همون کتاب آقای دکتر پاک نژاد مراجعه بکنید، موارد دیگه هم راجع به عروسی کردن، مسائل دیگه همه تو اون کتاب ایشون نوشته و خیلی جالبه. تمرکز همه جا مهمه، همه جا مورد بحث هست. در نماز شما 5 دقیقه میگی آقا من نماز ظهرم چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. عصرم 5 دقیقه. مغرب 5 دقیقه. عشا مثلا 5 دقیقه. صبحم مثلا 3 دقیقه. عزیز، ارجمند، برادر من، خواهر من، اگر 5 دقیقه میخوای برای نمازت برای خدا وقت بذاری، این 5 دقیقه رو واقعا برای نمازت وقت بگذار. دیگه هیچی توی نمازت داخل نکن. قبل از اینکه موبایل اختراع بشه و تو ایران بیاد که مشکلات دیگه بود، حالا یه مشکل اصلا مضاعف شده بر اینها. طرف موبایل رو گرفته دستش، اوورده اینجا موبایل زنگ میزنه. اولا موسیقی اینا رو اکثریت مراجع، بعضی وقتا هم همش و همه مراجع، بعضی موسیقی رو که مطلق حرام میدونن، یعنی فعل حرام و گناه کبیره داره مرتکب میشه موسیقی زده میشه، بعد شما این موبایل روشن میشه، طرف گرفته تو دستش موبایل رو جلو دهانش میگیره، چی میکنه؟ مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین. بعضی از مراجع فهمونن اگر اینجا قصد بکنه که به خاطر اینکه پیام بده اون جمله رو بگه، در جا نمازش باطل. ظاهرا همه مراجع فرمودن بله، اگر به قصد پیام بگه نمازش باطل.
بعضیاشون تو سجده موبایل، تو سجده تو دستش مشت کرده، تو سجده بلند میگه سبحان ربیان اعلی و به حمد. سجده چرا باطل میشه؟ به خاطر اینکه هفت عضو واجبه بر روی سجده قرار بگیره: دو کف دست، پیشانی، دو تا سر زانوها، دو تا شست پاها باید قرار بگیره. این یه دونه دستش نیست ولذا نمازش باطله. سجده باطله، نمازش هم باطله. بارها و بارها شما هم داریم اینه تو مسجد این موبایل گرفته ازش کشته تو سجده داریم که سبحان ربی الاعلی و به حمد خوبیم. حالا اصلا باطن نماز که اصلا فاتحه ظاهر نمازم باطل شده. اگر من 5 دقیقه میخوام وقت بذارم برای خدای تعالی و برای نماز، بابا اصلا فرض کن اصلا این موبایل اختراع نشده بود، چه خاکی به سرمون میکردیم؟ خب همون خاکم حالا به سرت بکن. 5 دقیقه برای خدا وقت گشتی. تو این 5 دقیقه زنت نباید مزاحمت بشه، مادرت نباید مزاحمت بشه، بچت نباید مزاحمت بشه، هیچ کس نباید مزاحم بشه. ولذا امام زین العابدین علیه السلام هست یا امام دیگر، حضرت میفرماید که در حال نماز، راوی میفرماید که حضرت در حال نماز بود، داشت نماز میخوند، یهو اون خادمه بلند داد زد گفتش که آقا مولای من بچه‌تون افتاد تو چاه فلان. اصلا حضرت متوجه این حرفا نبود، نماز تموم شد فلان و اینها. بعد حضرت مد عتابی کرد به این فرد که چی شده. گفت آقا من دازم شما متوجه. گفت چی شده؟ گفت بچه افتاد. گفت افتاده که افتاد، من دارم نماز برای وقتی برای خدا گذاشتم. رفت بچه سالم تو چاه در ورد ورد. یه دفعه هم داره واقعا یکی از بچه‌ها به یه مریضی اونجا گفت بچه داره میمیره، بچه مرد. گفت چیکار کنم؟ بله، یه وقتی هست که شما داری نماز میکنی بلایی ممکنه به سر کسی بیاد. شارع میگه نمازتو بشکن، برو اون بلا رو دفع کن، واجبه که این کارو بکنی، نفسی رو از مرگ نجات بدی، بعد مجدداً شما عرض به خدمتتون که بیای نمازتو ادامه بدی. یعنی چیکار کنی؟ اعاده بکنی نماز رو، از اول بخون. این مطلب دوم، که ما برای عبادت و انجام نماز که مهمترین عبادت در اسلامه، وقتی رو که میذاریم فقط باید اختصاص به نماز داشته باشه، نه چیز دیگر، فقط اختصاص به نماز داشته باشه، به چیز دیگه اختصاص نداشته باشه. اگه بکنیم اشتباه کردیم این کار. بالعکسش هم همینطوره. یعنی ورزش تو اختصاص بده به غذا، غذا تو غذا هم تلویزیون نگاه کنم اصلا نمیفهمی چی شد، مزه نمیبری، از زندگی لذت نمیبری. عزیزم اون زمانی که باید تو کار بکنی از نظر اقتصادی تامین معاش بکنی مال بیرون خانه است، مثلا کارتو انجام دادی دیگه، تو خونه داد بیداد پشت موبایل، بچه‌ها در رفتن توی اتاق قایم شدن، خانومت هم اونجا دیگه رفته ترسیده، من خدا الان چی میشه بعد این داد بیداد؟ تو میخوای چیکار بکنی تو این خونه واقعا؟ یا تو خونه اقتصادی کار میکنه، بیرون کار میکنه، اینجا بابا یه بارکی دیگه همه رو تعطیل کن، برو فقط بشین در مغازه، تو کارخونه، توی شرکت. این دو. سوم، بزرگان میفرمایند که در طول نماز انسان به آنچه که میخواند خودش گوش بده، چه نمازهای اخفاتیه یعنی نماز ظهر و عصر که آروم خونده میشه، چه نمازهای جهریه یعنی نمازهایی که به صدای بلند باید بخونیم، صبح، مغرب و عشاء. خودت بشنوی. شما میگی مگه ما خودمون نمیشنویم؟ طرف همیشه میکنه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. بعد فکر میکنه که رکعت چندم قل هو الله رو خوندم یا نه؟ تو اگر گوش میکردی که نباید شک کنی، که تو معلومه گوش نکردی خودت به اون چیزی که خودت خوندی. اگر خودت به اون چرا که میخوانی گوش کنی، محاله که شک بکن، مگه خودت گوش نکردی؟ تو خودت به نماز توجه نداشتی، از خدا میخوای خدا یا نماز منو قبول کن، خودت نفهمیدی چی خوندی که میخوای از خدا این نماز قبول بکن. فرمودن در تمام زمان نماز خودت گوش کن که چی داری میگی. ایاک نعبد، خودت شنیدی ایاک نعبدو، نه بلند بگی بشنوی یا به بلندی و یواشی کاری نداره، ذات خودت بشنوه که چی داری میگی. این سه. چهارم،
برطرف کردن عواملی که باعث عدم تمرکز و عدم توجه میشه، مثل مکان شلوغ، سر و صدا در محیط، مهمانی هست، بچه هم وسط اتاق دارن فوتبال بازی میکنن، اینم جانمازشن دقیقه عد وسط دروازه کوچیکی که اینا گذاشتن، خودش هم وسط نماز هم چی بگینگی شوتی میکنه، باریکل باریکل. این نماز، نماز رونالدو و مسی است، نه نمازی که برای خدا داری میخونی، که وسط نماز تو به بچه‌ها رو میزنه، به بچه‌ها نگاه میکنه، به بچه‌ها لبخند میزنه، اینا دارن چون اونا هم دارن نام عرض به خدمت. یه وقت ما اسم بعضی ها میان تو خانم ها، مثلا اینا میگن آقا، یا به بعضی خانم ها، نه با ما اسم همین جوری میاریم، نوعی میاریم، میخوای حالا اسم بگیم روزیتا و آزیتا مثلا، نه اونجا دارن بلند بلند با همدیگه درد دل میکنن، تو هم وسط داری نماز میخونی. نماز باید انسان در محیطی آرام با تمرکز، سر و صدا نباشه، تلویزیون خاموش، موبایل خاموش، خستگی نباشه، رادیو خاموش، انسان بیست نماز بخونه. ولذا فرمودن یه جای نمازی برای خودتون داشته باشید. مهمانی هست، مهمان باشه، من میخوام آقای گوشه اینجا جایی داریم من نماز بخونم، نداریم، مسجد اینجا کجاست، من یه دقیقه برم نماز بخونم. یه وقت ممکن آدم بعضی وقتا تو این مهمونی ها بره وسط پارک نماز بخونه، خیلی بهتره که تا این تو این خونه با این شلوغی نماز بخونه، چون نمیفهمه که چی هستش، خودت هم متوجه نمیشی. چطور وقتی میخوای یه چیزی رو حسابداری حسابتو بشینی بکنی، چقدر پول دادی، چقدر پول گرفتی، چطور اون موقع میگی خانم ساکت، بچه‌ها ساکت، حرف نزنید، میگی میخوای چیکار کنی، میخوایم پولا رو بشماریم ببینم بنویسم چقدر کار کردیم، چقدر نکردیم، چقدر بدهکاریم، چقدر طلبکاریم، میخوام نماز بخونه، ام نداره، بازیتون رو بکنی، راحت باشین، شما راحت باشین، من ناراحتم. این چهارم. پنجم فرمود وقتی که میخوای بیسی در پیشگاه پروردگان برای نماز، همین وضو رو گرفته، آستین ها رو هنوز پایین نزده، از دم وضو، یعنی به جای دای وضو، این داره اقامه میبنده، الله اکبر الله اکبر شهادت لا اله الا الله، آستینا رو تام الان وضو رو تو اقامه میگیره، آخرای اقامه است که میاد هنوز وایس وایس اینا، خانم قضا رو بخواد زود میخوایم نهار بخوریم، نسوز قضا، الله اکبر. این نماز، این نماز، اینه اون چیزی که تو میخوای قبول بشه در پیشگاه پروردگار. فرمود که قبل نماز بایست، یه نفس عمیق بکش، به این قبله نگاه کن، به این جای سجدت نگاه کن، تو میخوای با خدای تعالی وقت گرفتی، میخوای با پروردگارت حرف بزنی، بعدش اون وقت میگی چرا من حرف میزنم صدای من نشنوه، ای خدا چرا صدای منو نمیشنوی، برای اینکه تو با خدا صحبت نمی کنی، که تو الان تمام نمازت فکر قیمه پلو و قرمه سبزی و فسنجون و نم چیزی که بار گذاشته و خانون هم انا اونو آماده کرده یا نکرده، نم بچه ها لباساشو ببشن، زودی میخوام بریم مهمونی، تو ترافیک گیر نکنیم، من انا زودی چی بکنم، وسط نماز داره دگمه های پیرنش میاد که برای مهمونی آماده بشه، اینجا هاشو درست میکنه فلان، نه چه نمازی آخه داری میخونی. فرمود قبل نماز به جای مهرت نگاه کن، به جای سجدت نگاه کن، به قبله نگاه کن، یه نفس عمیق بکش، یه خود بایست، آرامشی پیدا بکنی. آرامش که پیدا کردی یه استغفاری بکن، خدایا طلب آمرزش میکنم از همه اون گناهایی که من تو این جامعه دارم انجام میدم، نخوامم انجام بدم، بعضیاش راه رفتن تو شهر ما الان خودش یه قسمتش معصیت شده، خدا وکیلی من حالا میخونم برای تو موانع قبولی نماز، این چشمم اینجا افتاد، اون چشمم اونجا افتاد، نمیدونم یه ثانیه روی نگاه تمرکز داشتم، نکردم، چیکار کردم، چیکار نکردم، خدایا من از همه اینا استغفار میکنم، ببخش منو، طلب عفو میکنم، الهی العفو، استغفر الله ربی و اتوب الیه، چقدر دعا و اینا اینجاست، یه دونه اینا رو بگو، بعد شروع کن به نمازت خوندن. ششم، در تمام طول نماز چشم از جای سجده بر نداری، مگر در حال رکوع که بعد بین دو پای خودت رو زمین، بین دو تا پاهاتی که باشی رو زمین نگاه بکنی، در سجدم که چشتو بستی باز کردی هر کاری خواستی بکن مشکل نداره، در تشهد و سلام فقط به جای سجده، فقط در قنوت توی کف دستا،
من الان زیر میکروفون میگیرم برای اینکه صدای ما پخش بشه. کف دست باید بیا جلو، جلوی صورت، به این نحو که من در رساله های عملی نوشته ما داریم انجام میدیم. کف دست رو من نگاه بکنم به این صورت که گفتیم، دست ها فاصله نداشته باشه، بچسب بند. اینجوری قنوت نیست، اینجوری قنوت نیست، اینجوری قنوت نیست، اینجوری قنوت نیست. اینا مندراریه. تو رساله های ما اینها رو مراجع زحمت کشتن اینجوری ننوشتن. اینجوری که نوشتن اینه که من برای شما عرض کردم. کف دستتو نگاه کن. فرمود برای اینکه اون چیزی که بهت میخوای، میخوای از خدا تعالی بهت میخوام بدن، تو بنگری بهش. در طول نماز چشم به سجده بدوزی، به اطراف نگاه نکن. در رکوع و سجود تأملمون رو حفظ بکنیم تا ذکر تمام نشده. اگه تونستیم مستحباتی هم بگیم، اگه حوصله نداریم تا ذکر تمام نشده سر بر نداریم از رکوع و سجود. قبلش به سرعت به رکوع و سجود نریم. اینقدر به سرعت رفته سجود، سه بار سرش خورده به این مهر. بعد میگه این آقای مسئله پیش اومده، حاج آقا نمیدونی ما سه بار سرمون خورد به مهر. عرض به خدمتتون که یه بار پرسید اما که سه بار سرمون خورده به مرغ، گفتم نمیدونم اینایی که میرن بالا پل هوای خودشون میزن پایین، چرا یه دونشون تو نباید باشی؟ سه بار سرت خورده به مرغ، چی جوری تو رفتی به سجده؟ هفتم، در عصبانیت پس از دعوا اتفاقات خاصی که میفته انسان نباید نماز بخونه، باید صبر کنه یک آرامشی درش ایجاد بشه بعد نماز بخونه. تو حالت دعوا و فلان و فلان و الان با یکی مشاجره داشته، دعوای فیزیکی خدای نکرده، دعوای لفظی داشته و اینها بعدش انسان نمیتونه نماز مقبول داشته باشه. ولذا فرمودن یه مقدار آدم صبر کنه. فرمودن بری آبی به صورتش بزنه، سرش رو یه خود همچین بگینگی خیس بکنه، یه خود حالش جا بیاد بنشینه، یه خود صلواتی بفرسته، استغفاری بکنه، بعد پشت نمازش رو بخونه. هشتم فرمودن که تغییر دادن سوری که بعد از سوره حمد شما میخونی. همه نمازها ما واجبه که سوره حمد رو بخونیم. بعد از سوره حمدم در نمازهای واجب باید یک سوره تمام رو بخونیم بدون برو برگرد. اون کسی یا کسانی که اگه اومدن به شما گفتن آقا میشه چند تا آیه از قرآن خون مثل اهل تسنن، اون چند تا آیه رو از قرآن فقط در نمازهای مستحبی شما میتونی بخونی. در نماز واجب باید یک سوره کامل بخونی حتما بدون برو برگرد، وگرنه نمازت باطله. فرمودن که شما برای اینکه تمرکزت در نماز زیاد بشه، برو سوره های کوچک دیگر رو هم یاد بگیر، درست بخونی، امتحان بکن، سر نماز همش سوره توحید نخون. شما در طول شبانه روز یک بار هم اگه سوره توحید رو نخونی مکروهه. یه بار باید در شبانه روز، نه باید، خوبه که بخونی، نخونی مکروهه، وگرنه نمازت باطل نیست. این همه سوره داریم تو قرآن. حالا تو سوره بقره نمیخواد بخونی، چون عروه که نمیتونی بخونی، باید حفظ بخونی. اما سوره عصر رو که میتونی بخونی، نصر رو که میتونی بخونی، کافرون که میتونی بخونی، ناس که میتونی بخونی، فلق که میتونی بخونی. تین و همزه و سوره دین و ما اون و اینا رو که میتونی دیگه بخونی، که دیگه اینقدر که دیگه تو تنبل و بی خودی و الملک که نیستی که. یه دونه اینا رو بعد حفظ کن بخون. چطور این همه اسم فوتبالیست لیگ های برتر اروپا رو همه رو از حفظ بلدی بگی؟ اسم بچه رونالدو رو میدونه چیه، ولی سوره ناس رو از حفظ نمیتونه بخونه. خب این بده برای جوانشیه. فلان کسه توی برزیل چند تا زن گرفته، خب به تو چه، به من چه مربوطه؟ همه رو میدونه، تمام این مجلات رو خونده، همه رو میدونه، هنرپیشا همه میدونه این چی کار است، چند تا بچه داره، کی با کی ازدواج کرده، چند بار طلاق گرفته، این انا 78 شوهره که کرده، اون یکی نام چی، همه اینا رو میدونه. اما سوره کافرون رو مخاطب کنه، نه من مغزم راستش نمیکشه. من باور بکنم، خدا باور بکنه یه حرف از تو؟ چرا حالا سوره مختلفه بخونه بعد از سوره هم؟
برای اینکه این یکی از مسائل مهم روانشناسی است، برای اینکه اگر شما بخواید تمرکز پیدا بکنی باید گرفتار عادت در بعضی از مسائل نشی. عادت خودش بعضی از مواقع، نه همیشه ها، عادت بعضی از مواقع یکی از موانع خودسازی و تهذیب نفس. عادت کردن، عادت کردن یعنی چی؟ یعنی انسان یه عملی رو همینجوری دیگه افتاده رو خط این عمل، دائما داره همین انجام، دیگه نمیفهمه چی، رو حساب همون سیره همیشگی خودش، عادت همیشگی خودش داره انجامش میده، میره جلو. من هر رو دارم سوره توحید میخونم، ولی اصلا نمیفهمم که اولشه که آخرشه، فقط میفهمم یه صدایی اومد که گفت ولم یکن لهو کفوا احد، الان باید دارم رکوع، الان باید دارم رکوع، بقیش نمیفهمم. ولی سوره رو تغییر بده، امروز من دارم ظهر چی بخونم، الان بعد هم، ولذا وقتی حمد تموم شد، برای اینکه بسم الله باید به نیت اون سوره باشه حتما، ببین چقدر شارع دقیق بوده تو این کار، میفهمد بسم اللهی که بعد از سوره هم میخواد بگی باید مال همون سوره باشه، چون هر سوره با بسم الله خودش نازل شده، این خودش یه بحثی داره، باید بسم الله رو به همون نیت بگی. من سوره عصر میخوام بخونم، بسم الله خودشو باید بگم، این بسم الله مال سوره عصره، درسته که بسم الله از نظر لفظی مشترکن، ولی از نظر باطنی هر کدوم برای سوره خودشونه. ولذا تمرکز پیدا میکنی، شما بعد سوره هم یک سکتی بده، ولذا زالونه که گفتی یه خود تعمل کن که چه سوره ای رو بخونم. آخه اینا همه خانومه میگه چرا مکس، آقا چرا مکس میکنی اینقدر، نمازت باطله، به شما چه مربوطه؟ بلعکسش هم میگه، اونم میگه به شما چه مربوطه، من دارم نماز میخونم تو رو سنه نه، من بعد یه فکری بکنم، مکسی بکنم، نفسی بکنم، میخوام چه سوره ای بخونم، تون تون نخون ولذالین، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد، با خسته نشدی این همه داری همین جوری رو عادت میخونی میری خسته نشدی؟ فرمودن سوره رو تغییر بده، البته اول درستش بکن، درست باشه، بعد سوره رو بخون، غلط نخون یه وقتی سوره رو که نمازت باطل میشه، اول تمرین بکن بیرون بعد بیا بخون. نهم فرمودن که وقتی قنوت میگیری مثل همون سوره بعد از سوره هم، همش یه دعا رو نخون، انقدر ربنا ما تو قرآن داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این چند تا ربنا که مال سوره آل عمران هست که ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض، از اینجا شروع میشه، و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارو این کهکشان ها، این منظومه، این چیزایی که تو مستندای تلویزیون ما داریم، این حیوانای عجیب غریب، این همه میوه، این همه درخت، این همه آدم، این همه نمیدونم گیاه، نباتات، تو اینها رو باطل نیافریدی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، حضرت فرمود تا آخرش بیا انک لا تخلف المیعاد، پنج تا ربنا اینجا خوابیده، حضرت فرمود بعد این پنج ربنا وقتی گفتی تو قنوتت ما شروع کن دعا کردن، اشف مرضانا، فک اسرانا، اغفر موتانا، حضرت فرمود اگه با خلوص نیت بگی حتما دعاهات مستجاب میشه. این همه ربنا تو قرآن، همشون قنوتش میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، تموم شد، هی نگاه میکنه چیزی نداره، هی نگاه میکنه تا امام جماعت، بعد امام جماعت 4 تا 5 تا ربنا یا دعای میخونه، چقد امام جماعت میخونه، فکر اینه که زودتر این تموم بکنیم دعا، با تو هم راد بگی خب اینا رو بخون. مناجات های امام زمان علیه السلام تو مفاتی چقدر زیباست، اینها اینقدر زیباست، برای مرزا دعا که سید ابن طاووس میگه از پله های همین سامر را که خدا به حق حضرت صاحب الام علیه السلام در چنین ایام ریشه وهابیت رو بکنه انشاءالله، که همه با دل صاف خوب بریم سامر را، سرداب مقدس همه رو زیاده کنیم، سید ابن طاووس میگه سرداب مقدس رفتن پایین، دیدم امام زمان علیه السلام نشسته نماز داره میخونه، برای همه شیعیان، برای مؤمنینشون داره دعا میکنه، برای مؤمناتشون دعا میکنه، برای مرزاشون دعا میکنه، برای از کسانی که مرحوم شدن از دنیا رفتن داره دعا میکنه. خب شما هم انسانی، منم انسانم، ما هم انسانی، همش یه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب نازل شده، دیگه دعای دیگه غیر این ما نداریم، همین تون تون قنوت میگیره دیگه عادت شده، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و قنا عذاب النار،
تموش. بعد فکر میکنه دیگه چی بگه؟ هیچ. اینها رو تغییرش بده. خیلی ربنا داریم، خیلی دعا داریم تو قرآن، خیلی دعا بیرون قرآن داریم. این مفاتیح برای من و شما نوشته شده، بردار بخون ببین چقدر زیباست. امام زمان علیه السلام هر شب داره دعا میکنه، اون وقت من و شما خودمون دعا نمیکنیم در حق خودمون؟ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات نمیتونیم بگیم، رب اغفر لی ولوالدی نمیتونیم بگیم، اشفع مرضانا نمیتونیم بگیم، اغفر موتانا نمیتونیم بگیم، فک اسرانا نمیتونیم بگیم. اینا رو چه دعاهای زیبایی پیغمبر فرمود تو همین مفاتی. فهرستش رو ببینید، دعاها رو ببینید، از دل دعاها دعایی در بیارید، به کسی هم که وارده نشون بدید که یه وقت چپن در قیچی نگید، یه وقتی چون عربیش هم یه وقتی بعضی وقتا نمیتونی یه چیزی نگید، یه وقت خودتون رو برای نابودی خودتون دعا بکنید، یه نشون بدید آقای وقت شک کردی بدونی که چی داری میگی، که یه وقت کلک خودت کنده نشه تو نماز بعد نماز. قنوت میگیری درست بکن. مجموعه این عوامل، من نمیخوام زیاد راجبش صحبت بکنم، من سرخطهایی رو دادم شما، به شما تضمین لازم میدم یک ماه به همین صورتی که من میگم شما باز کن مفاتیح رو، قرآن، سوره های دیگه، همین کاره که من گفتم، وقتی که مخصوصا میگیم برای نمازت بگذاری اینا همه رو رعایت کنی، نه تا چیزی که من گفتم، بعد از یک ماه ببین اصلا نمازت با اون یه ماه پیش چقدر فرق داره. فقط به بچه‌ها بگو یک فیلم از نماز یه ماه پیشت بگینن، یه ماه بعدت هم وقت یه فیلم بگینن، فیلم اولی یه ماه پیش نگاه میکنی خودت حالت به هم میخوره. اون وقت از خدا توقع نکن که خدایا این چن من نماز خوندم، الهی هاذهی صلاتی صلیتها لا لحاجت الیها ولا رغبت منک فیها. واقعا رغبت در این نماز نیست پروردگار، ولی تو چه ارحم الراحمینی هستی که اینها رو بر نمیگردونی به ما، بزنی به خود ما، که حالا تو بحث بعدی خواهیم گفت. شما یک ماه این کار رو بکن، همون 5 دقیقه که برام نماز وقت میذاری، من نمیگم برو 50 دقیقه وقتاتو بیاد برام، من میگم همون 5 دقیقه رو درست انجام بده. 5 دقیقه ورزش کن درست، کلک به خودت نزن تا گوشتای اضافیت آب بشه، دنبهات آب بشه. 5 دقیقه نماز بخون درست بخون، 5 دقیقه عبادت کن در خونه خدا درست عبادت کن، 5 دقیقه دعا کن ولی درست دعا بکن، ببین اثر دار یا نداره. اگر نداشت اصلا کلن پروندهشو ببن بذار کنار، دیگه هم سراغ ما هم نیا، تو دلت هم هرچی ناسزا خواستی به ما بگو، خوبه؟ ولی این روشی که من بهت میگم انجام بده، یک ماه انجام بده، ببین نه تا چیز رو مراد کن، ببین درست میشه یا نه. مطلب بعدی که مقبول بحث بعد داریم، بحث موانع قبولی نمازه، که ما یک کارهایی میکنیم، همه کارهای خوبم انجام میدیم، میریم جمکران، میریم کربلا، میریم مکه، میریم سوریه، میریم نمیدونم کجا میریم، کجا میریم مشهد، نماز میخونیم، تو نماز اول وقت حاضر میشیم فلان، ولی بازم میایم میبینیم که کارها درست نشده، اون اثرات نماز به ما بر نگشته، تنها عن الفحشاء والمنکر نشده، ما رو از بدیها باز نمیداره. ایراد از کجا؟ زودی نباید خسته بشیم در بحث موانع قبولی نماز، به شما خواهیم گفت که اون بحث مهمیه. یعنی به موازات اینکه این 9 تا کار رو ما انجام میدیم، نماز الگوی امام صادق رو داریم، اینا به موازات این کار باید دقت هم بکنیم که اون کارهایی که مانع قبولی نماز هست اون کارها رو انجام ندیم. اونا رو در جلسه آینده انشالله خدمتون بیان خواهم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.